وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هیچ بندهی در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر خداست و خداوند رهایش گاه همیشگی و رهایش گاه موقتی آن را می داند. همه اینها در کتاب روشن درج است. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة بالموت ليقولن الذین كفروا این هذا الا سحر مبین. اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک شما در عمل نیکوتر هستید، و چون به ایشان بگویی یقینا بعد از مرگ بر انگیخته می شوید، کافران می گویند این سخن جز سحر یعنی دروغ آشکار چیزی دیگری نیست. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم، بیگمان میگویند چی چیز این عذاب را باز می دارد. آگاه باشید روزی که عذاب به ایشان برسد هرگز از آنها باز داشتن نمی شود و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرا می گیرد. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وأگر به انسان از نزد خود رحمتی بچشانیم و سپس آن را از وی بازگیریم بیگمان مایوس و ناسپاس است. ولئن أذقناه نعما ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. و اگر ما به او بعد از سختی و مشکلاتی که دیده نعمتها عنایت کنیم، بیگمان میگوید همه مصیبتها از من دور شد. واقعا او شادمان و خودستا می باشد، جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و کارهای شایسته کردند. هم اینهایند که برایشان آمرزش و مزد بزرگ ارزانی شده است. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. شاید به خاطرت بیاید که بعضی از آن چرا به تو وحی شده ترک نمایی و سینه تنگ شود از اینکه میگویند چرا بر او گنج فرود آوردن نشده یا با او فرشته نیامده است. به خاطر داشته باشی که تو صرف بیم دهنده می باشی و خداوند به هر چیز نگهبان است. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا میگویند قرآن را افتراء کرده است؟ بگو پس ده سوره افتراء شده مانند این سوره ها بیاورید و هر کسی را که میتوانید جز خدا برای کمک خیش بخوانید اگر صادق هستید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
انتم مسلمون. اگر درخواست شما را اجابت نکردند، پس بدانید آنچه نازل شده به علم خدا نازل شده است و این که معبودی جز او نیست. پس آیا شما مسلمان شدنی هستید؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینت آن باشند، جزای اعمالشان را کاملا در این دنیا و ایشان می دهیم و ایشان در آن زیانمند ساخته نمی شود. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا یعملون. امین هایند که برایشان در آخرت جز آتش نیست و آنچه را در دنیا انجام دادند هبته شد و آنچه کردند باطل است. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که برای واضح از جانب پروردگارش قرار دارد و از پی آن گواهی از جانب خداوند به وی می آید، طوری که پیش از آن کتاب موسی به حیث پیشوا و رحمتی آمده بود، مانند کسی است که از حق انکار می کند؟ همین هایند که به قرآن ایمان می آورند و کسی از گروه ها که به آن کافر شد آتش وعدگاهی اوست. پس در مورد نزول آن در شبه مباش، بیگمان این کتاب حق است از جانب پروردگار تو، اما بیشتر مردم ایمان نمی آورند. و من اظلم من افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرة هم کافرون. و کیست ستمگارتر از کسی که به خدا دروغی را افترا کرد؟ ایشان در روز قیامت به پروردگار خویش پیش کرده می شوند و گواهان می گویند این هایند کسانی که به پروردگار خویش دروغ بستند. آگاه باشید، لعنت خدا بر ستمگاران است، آنانی که مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن وارونگی می جویند، یعنی آن را نادرست جلوه می دهند و ایشان با آخرت کافرند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. اینها خدا را در زمین عاجز ساختن نمی توانند، یعنی از مجازات اعمال خیش فرار کردن نمی توانند و برایشان جز خدا کارساز و پشتیبانی نیست. عذاب برایشان دوچند می شود، ایشان توانایی شنیدن حق را نداشتند و آن را دیدن نمی توانستند. اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. ایشانند که خود را زیانمند ساختند و آنچه را ایشان افترا کردند از ایشان گم شد، یعنی آنها را در خلا گذاشت. لا جرم انهم فی الآخرة هم الاخسرون. لاجرم اینها در آخرت از همه زیانکارترند.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به پروردگارشان فروتنی کردند هم ایشانند اهل بهشت جاودانه در آنجا می باشند. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. مثال این دو فریق درست همانند کور و کر در برابری بینا و شنواست، آیا اینها در مقایسه با یکدیگر مساویند؟ آیا پند نمیگیرند؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لكم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله این بیگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم که به آنها گفت من برای شما بیمدهنده آشکارم، بر این که جز خدا چیزی دیگر را نپرستید، بیگمان من بر شما از عذاب روز دردناک میترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کلان شوندگان قوم او کافران گفتند ما تو را جز بشر مثل خیش نمی بینیم، کسانی را که از تو پیروی کرده اند در ظاهر رای جز گروهی از ارازل نمی آبیم و برای شما بر خود فضیلت نمی بینیم، بلکه شما را دروغگو فکر می کنیم. قال یا قوم ارأیتم این کنت على بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح گفت ای قوم من ببینید، اگر من از جانب پروردگار خود حجتی داشته باشم و برای من رحمتی از نزد خودش داده باشد که آن رحمت بر شما پوشیده باشد، آیا شما را به قبول آن وادار کنیم در حالی که از آن بیزارید؟ و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون. و ای قوم من در برابر آن دعوت از شما مالی نمی خواهم، نیست مزد من مگر بر خدا، و من کسانی را که ایمان آورده اند از پیش خود نمیرانم، بیگمان ایشان پروردگار خیش را ملاقات می کنند، ولیکن من شما را قوم جاهل می بینم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. ای قوم من آیا چی کسی مرا در برابر عقوبت خدا کمک می کند اگر ایشان را از خود برانم؟ آیا پن نمی گیرید؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن الله أعلم بما في أنفسهم إني
الظالمین. و به شما نمیگویم که خزائن خدا نزد من است و نه هم غیب میدانم. نمیگویم که من فرشته ام. نمیگویم به کسانی که چشمان شما بر ایشان به حقارت می نگرد خداوند به ایشان هرگز خیری نمی دهد. خداوند به آنچه در دلهای ایشان می باشد داناتر است. اگر من ایشان را از خود برانم آنگاه بیگمان از ستمگاران خواهم بود. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند ای نوح تو با ما مجادله کردی و با ما بسیار مجادله کردی، پس آنچه را با ما وعده می کنی بر ما بیاور اگر صادق هستی. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح گفت بیگمان آن را خداوند بر شما می آورد اگر بخواهد و شما این عذاب را مغلوب کننده نیستید. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اگر خدا بخواهد شما را گمراه بسازد در حالی که من بخواهم شما را نصیحت کنم نیز نصیحت من به شما سودی ندارد. اوست پروردگار شما و به سوی او بازگردانیده می شود. ام یقولون افتراه قل این افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون. آیا می گویند آن را افترا کرده است؟ بگو اگر من آن را افترا کرده ام پس گناه من بر من است و من از گناهی که کرده اید مبرایم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وبنوه وحی شد که هرگز کسی از قوم تو ایمان نمی آورد مگر آنانی که تا اکنون ایمان آورده اند، پس به سبب آنچه می کنند اندوهگین مباش. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وكشتی را زیر نظر ما و مطابق با وحی ما بساز و بعد از این در مورد ستمگاران با من سخن مگو، یعنی شفاعتشان را مکن، بیگمان ایشان غرق شدنی هستند. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح کشتی را می ساخت و هر باری که گروهی از کلان شنوندگان قوم او بر آن می گذشتند او را تمسخر می کردند. نوح گفت شما حالا ما را تمسخر می کنید، بیگمان ما هم شما را تمسخر می کنیم همان گونه ای که اکنون شما ما را تمسخر می کنید. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. به زودی خواهید دانست بر کدام کس عذاب رسوا کننده خواهد آمد و عذاب چی کسی همیشگی خواهد بود. حتی اذا جاء امرنا و فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن وما آمن معه إلا قليل. وضع به همین منوال دوام کرد تا اینکه فرمان ما رسید و تنور جوشید. به نوح گفتیم از هر جنس دو تن نر و ماده و نیز از خاندانت جز کسی که بر او حکم عذاب قبلا صادر شده است و همین مسلمانان را در کشتی حمل کن و در این هنگام با او ایمان نیاورده بودند مگر عده معدودی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
إن ربي لغفور رحيم. نوح گفت در کشتی سوار شوید، به نام خدا حرکت آن و لنگر انداختن آن، حقا که پروردگار من آمرزنده و مهربان است. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزلی یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. و کشتیشان را در امواج کوه پیکر می بود و نوح پسرش را که در گوشه بود صدا زد، ای پسرکم با ما سوار شو و با کفار ما باش. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. پسر نوح گفت به زودی به کوه پناه میبرم که مرا از آب نگه دارد. نوح گفت امروز از فرمان خدا نگه دارنده ای نیست مگر کسی که خدا او را ببخشد، و میان ایشان موج حائل شد و او از جمله غرق شدگان بود. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و از جانب خدا گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان باران خود را بازدار. آب فرو نشست، کار تمام شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دور باد مردم ستمگر از مرحمت خداوند. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و این وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونوح پروردگار خود را ندا کرد ای پروردگار من، بیگمان پسر من از اهل من است و وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگان هستی. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداوند گفت ای نوح بدون شک او از اهل تو نیست زیرا او دارای عمل ناشایسته است، پس چیزی که به آن علمی نداری از من مپرس، واکن که من تو را پند می دهم تا مبادا از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح گفت پروردگار من بیگمان به تو پناه میبرم از آن که از تو چیزی را میپرسم که به آن علمی ندارم، و اگر مرا نیاموزی و بر من رحمت نفرمایی بیگمان از زیانکاران می باشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا. از جانب خدا گفته شد ای نو با سلامتی و برکت هایی که از جانب ما شامل حال تو و گروه های امراهی تو شده است از کشتی فرود آی، و امت های نیز که با زودی ایشان را برای یک دوره محدود بهرمند می گردانیم، سپس از جانب ما به ایشان عذاب دردناک می رسد. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنم، پیش از این نه تو و نه هم قوم تو اینها را می دانستند، پس صبر و استقامت کن، بیگمان عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. و به قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که برای شما جز او معبودی نیست و در این که به خدا شریک می آورید نیستید مگر افتراء کنندگان. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قوم من در برابر این دعوت شما مزدی نمی طلبم، مزد من نیست جز بر آن که مرا فریده است، آیا نمی فهمید؟ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. و ای قوم من از پروردگار خدا آموزش می خواهید، سپس به او رجوع کنید یعنی توبه نمایید تا بر شما از آسمان باران را پیوسته بفرستد و نیروی بر نیروی شما بیفزاید و گناهکارانه از حق رو گردان مشوید. قالوا یا هود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتاریخی آلهتنا عن بمؤمنین. گفتن ای هود به ما حجک نیاوردی و ما معبودان خود را به گفته تو ترک گفتنی نیستیم و نه هم به تو ایمان آرنده ای. این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال اینی اشهد الله و اشهد انی بری. ما نمی گوییم مگر این را که شاید بعضی از معبودان ما به عقل تو زیانی رسانده اند. گفت من خدا را گواه می آورم و شما گواه باشید که من واقعا از آنچه شما شک می آورید بیزارم و جز وای پس همه شما در حق من دسیسه بیچینید سپس به من مهلت ندهید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها این ربی علی صراط مستقیم. بیگمان من با خدای پروردگار خود و پروردگار شما توکل کردم، هیچ جانداری نیست مگر آن که خدا از موی پیشانی آن میگیرد یعنی بر آن تسلط کامل دارد. بیگمان پروردگار من بر راه راست است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. اگر روی برگردانید یعنی نافرمانی کنید پس بیگمان پیامی را که با آن به سوی شما فرستاده شدم ابلاغ کردم و پروردگار من قوم دیگری را جز شما جانشین می سازد و شما به او هیچ ضرری رساندن نمی توانید. حقا که پروردگار من به هر چیز نگهبان است. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. و چون فرمان ما فرا رسید هود و آنانی را که با او ایمان آوردند به مرحمتی از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب شدید رهانیدیم. و تلك عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنید.
و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را تکذیب و پیامبران او را نافرمانی کردند و فرمان هر سرکش ستیزکاری را پیروی نمودند. و ادعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه الا این عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. و لعنت در این دنیا ایشان را دنبال کرد، یعنی از ایشان نام ننگین ماند و در آخرت نیز بیگمان عاد به پروردگار خود کافر شدند. آگاه باشید، دور باد عاد قوم هود از رحمت الهی. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. وبه قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید، برای شما جز او معبودی نیست، او شما را زمین آفرید و به آبادانی آن گماشت، لذا از او آمرزش بخواهید، سپس به او رجوع کنید، بیگمان پروردگار من نزدیک و اجابت کننده دعا است. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شك مما تدعونا الیه مریب. گفتند ای صالح، واکن تو قبلا در میان ما مایه امید بودی، آیا تو ما را از پرستش آنچه پدران ما می پرستیدن منع می کنی؟ و ما بیگمان به آنچه تو ما را به آن می خوانی در شک و تردید هستیم. قال یا قوم ارأیتم این کنت على بینة من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله این عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر. صالح گفت ای قوم من، به من بگویید اگر من از جانب پروردگار خود دلیلی آشکاری داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد، اگر خدا را نافرمانی کنم کی مرا در برابر خدا یاری می دهد؟ پس شما جز نقصان به من چیزی زیاده نمی کنید. و یا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ای قوم من، این ناقه از جانب خدا برای شما نشانه است، پس آن را بگذارید تا آزادانه در زمین خدا بچرد و به آن ضرر مرسانید، در غیر آن به زودی عذاب شما را گرفتار می کند. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام ذلك وعد غیر مکذوب. ایشان آن شتر را پی کردند، پس صالح گفت در خانه‌های خود 3 روز از زندگی بهره‌مند باشی، این وعده است غیر قابل تکذیب. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یوم اذ این هو. پس چون فرمان ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به مرحمت از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از رسوایی آن روز وارهانیدیم، حقا که پروردگار تو هم اوست قوی و صاحب قدرت منی. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین كأن لم يغنوا فيها ألا إن
ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. و ستمگاران را آواز مهیب فرو گرفت، پس در خانه های خود چون مردگانی بروی افتاده گردیدند که گویی هرگز در آن سرزمین زندگی نداشتند. آگاه باشید، اون واقعا سمود با پروردگار خود کفر ورزیدند. هان دور باد سمود از رحمت خداوند. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. به تحقیق که فرستادگان ما به ابراهیم بشارتی آوردند، گفتند سلام بر تو. ابراهیم گفت و به شما نیز سلام، پس طول نکشید که برایشان گوساله بیانی آورد. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف این و چون دید دست آنها به طعام نمی رسد، یعنی از آن نمی خورند، رویه ایشان را ناشنا پنداشت و از ایشان احساس ترس کرد. گفتند مترس، بیگمان ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و امرأته قائمت فضحکت فبشرناها با اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. زن ابراهیم که در آنجا ایستاده بود خندید، پس ما او را به پیدایش اسحاق و از پی اسحاق به پیدایش یعقوب بشارت دادیم. قالت یا ویلتا الد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا این هذا لشیء عجیب. آن زن گفت وای بر من، آیا در حالی که من پیر زنی ام باز هم فرزندی خواهم آورد؟ و این شوهر من مردی بس کلان سال است، واقعا این چیزی عجیب است. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فرستادگان گفتند آیا از قدرت خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکات او شامل حال شما خانواده است، حقا که خدا وان ستوده و بزرگ است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرا یجادلنا فی قوم لوط. چون از ابراهیم ترس دور شد و این مژده به او رسید، با ما درباره قوم لوط مجادله می کرد. این ابراهیم لحلیم اواب منیب. آره، ابراهیم بردبار دلسوز و خداجو بود. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. خداوند به او گفت ابراهیم از این کار صرف نظر کن، وقت این است که فرمان پروردگارت صادر شده و بیگمان به ایشان عذابی که برگشت ندارد رسیده نیست. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ و قال هذا يوم عصيب. هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، ناراحت و دلتنگ گردید از ترس اینکه مبادا نتواند ایشان را حفاظت کند و گفت این روز سخت است. و جاءه قومه يهرعون الیه و من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ف
فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وقوم او بسوی او یورشکنان آمدند و ایشان قبلا کارهای زشت می کردند. لوط گفت ای قوم من، اینها دختران من هستند، ایشان برای شما اگر نکاحشان کنید پاکیزه ترند، بنابراین از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانان من رسوا مکنید. آیا در میان شما مردی رشیدی وجود ندارد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ایشان گفتند واقعا تو میدانی که با دختران تو حق و میل نداری و تو خوب میدانی که ما چی میخواهی. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید. گفت ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتم یا با تکیگاه مستحکم پناه برده می توانستم. قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فرستادگان گفتند ای لوط، بیگمان ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، ایشان هرگز به تو دست یافتن نمی توانند، پس در پاسی از شب خانواده خیش را از این شهر ببر و هیچ کس از شما به پشت سر خود نگاه نکند مگر همسرت که به او نیز همان چیزی رسیده نیست که به ایشان می رسد. بیگمان موعد ایشان صبح است، آیا صبح نزدیک نیست؟ بلم مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. چون فرمان ما فرا رسید آن خانه ها را زیر و رو کردیم و بر ایشان از سنگ گل یعنی گل پخته پی در پی بارانیدیم، سنگ هایی که در نزد پروردگارت نشان کرده شده بود و این از ستمگاران دور نیست. و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و به سوی قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم. او گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید، شما را جز او معبودی نیست و پیمانه و وزن را کم مکنید، بیگمان من شما را به خیر یعنی در آشودگی میبینم و بیگمان به شما عذاب روز فراگیر را خوف دارم. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. و ای قوم من، پیمانه و وزن را با انصاف ادا کنید، به مردم هیچ چیزشان را کم ندهید و در زمین با فسادکاری دست نیازید. بقیت الله خیر لكم ان كنتم مؤمنین وما انا عليكم بحفيظ. آنچه خدا با شما بعد از ایفای پیمانه و وزن باقی گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمن هستید و من بر شما نگهبان نیستم. قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا
إنك لأنت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نماز تو ترا دستور می دهد که آنچه را پدران ما می پرستیدن ترک گوییم یا در اموال خود طوری که بخواهیم تصرف نکنیم؟ بیگمان تو انسان برده بار و راه یافته می باشی. قال یا قوم ارأیتم این کنت علی بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. گفت ای قوم من، آیا دیدید اگر من از جانب پروردگار خود دلیل آشکاری داشته باشم و او مرا روزی خوبی از جانب خود داده باشد، آیا باز هم از فرمان او تخلف ورزم؟ من اراده ندارم که با شما مخالفت کنم، یعنی نمی خواهم مرتکب عملی شوم در چیزی که شما را از آن منع می نمایم. من تا حدی که بتوانم جز اصلاح نمی خواهم و توفیق من جز به مدد خدا می